وزیر خارجه آمریکا گفته در یک سال گذشته هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده و نیاز نیست صدها هزار سرباز آمریکایی در این کشور حضور داشته باشند ارگ اما میگوید طالبان پس از توافق امریکا حملات خود در برابر نظامیان آمریکایی را متوقف و این حملات را بر نیروهای دولتی و مردم افغانستان افزایش داده است در همین حال هیئت مذاکره کننده برای دریافت آخرین هدایت رئیس جمهوری در دوره دوم مذاکرات با او دیدار میکند این تویت تازه مایک پامپیو که در آن گفته در یک سال گذشته هیچ نظامی امریکایی در افغانستان کشته نشده است برگی برندهای برای دستگاه دیپلماسی امریکا که آن را مدیون توافق 29 فوریه است پس از این توافق دست طالبان از حمله بر نظامیان و پایگاه های امریکایی در افغانستان کوتاه شد اما خروج نیروهای امریکایی تا اوایل ماه می سال 2021 میلادی از افغانستان را تعهد گرفت حالا پامپیو هم گفته نیاز نیست صدها هزار سرباز امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند در حالی که ناتو و نیروهای شجاع افغان در آن کشور حضور دارند با گفته ای او ماموریت امریکا در افغانستان از میان بردن شبکه القاعده و هر گونه تهدید علیه امریکا است و اکنون کشورش می تواند از راه دور هم اعمال قدرت کند در بحرانه سرتیر و مرکجوب لدی عمل سفر سویده شوست جگره از د افغانستان امنیتی او دفاعی مختوری اینجا در افغانستان اما اوضاع برعکس است طالبان هنوز هم با گروه القاعده ارتباط خود را قطع نکرده و این گروه حملاتش را در برابر نیروهای دولتی نسبت به سال گذشته افزایش داده به تازگی رئیس عمومی امنیت ملی هم گفت طالبان در یک سال گذشته 18200 حمله انجام دادند حملاتی که هزاران قربانی از نظامی و غیر نظامی افغان گرفته مثل انفجار پس از چاشت امروز در کاپیسا انفجار که دستی کم پنج کشته و نو زخمی بر جای گذاشت. باورهای این است که طالبان خشونت را افزایش می دهد. به در دور دوم مذاکرات که روی تقسیم قدرت چانزنی می شود. با این حال هیئت حکومت سرگرمی رایزنی بارش جمهوری و عبدالله عبدالله است برای دریافت آخرین هدایات. اول ما باید سری نظام گپ بزنیم یکی دوم ما باید سری حکومت گپ بزنیم ما یک حکمت در آینده چطور آورده میتانیم که او یک حکمت مردمی باشد با این همه خروج غیر مسئولانه امریکا از افغانستان این دیدگاه را در میان مردم تقویت کرده که واشنگتن در روند صلح افغانستان به دنبال منافع خود است روندی که حالا هیچ تضمینی از به نتیجه آن وجود ندارد برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با مهدی افسری آگاه مسائل سیاسی و از او پرسیدم که وزیر خارجه آمریکا گفته نظامیانشان افغانستان را ترک می‌کنند چون دیگر لزومی برای ماندن آنها نیست آیا واقعا چنین هست و کاخ سفید در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی به نتیجه رسید است در این جای شک و تردید نیست که نظام بین‌الملل مبتنی بر یک بدهبستان بستان سیاسی است دولت ها و کشورهای قدرتمند شبه آمریکا بر اساس منافع سیاسی خود در بازی ها و در بده بستان های کلان سیاست بین الملل نقش افا می کند در این جای شک و تردید نیست که امریکایها ها با طالبا در یک توافق دسترسی یافته که او توافق مبتنی بر تعامل و همگرایی میان طالبا و ایالات متحده آمریکا بر سر منافع کشور در داخل افغانستان است در این هیچ جای شک و تردید نیست که هیچ نیروی آمریکایی در داخل افغانستان با طالبا درگیر نمیشه و این توافق است که بین آمریکایی و طالبا صورت گرفته تا این جای کار بحث و منطق وزیر خارجه محترم ایالات متحده آمریکا موجه است اما آنچه که بحث را دوچار یک نوع امقنگری دیگر میکنه و ممکن است رقبا و بازیگران سیاسی در سطح منطقه و در سطح نظام بین ملل امریکای را و بی به بدرسوخی و به اعتباری بین مللی سوق بده و سوی دیگر در داخل افغانستان افکار عمومی مبتنی بر ای باشه که امریکای ها در این جنگ به تمام معنا نابرابر شکست خورده میدان است و مردم افغانستان را بعد از 20 سال قربانی بعد از 20 سال ز... سرگردانی و رنج بیشماری که مردم دیده است تنها میگذاره در این هیچ جای شک و تردید نیست که این سوال بنیادی است که از هان مردم افغانستان و ذهنیت مردم افغانستان را نسبت به آمریکا خدشه‌دار خواهد کرد در این جای شک و تردید نیست که مردم افغانستان فکر میکنه که در توافق نامی که بین امریکایها و بین طالبا امضا شده در قطر امریکایها ها ارزش های بنیادی شامل قانون اساسی، دموکراسی، حقوق اقلیت، آزادی بیان و تمام ارزش های اساسی که دموکراسی بر او استوار است و دموکراسی بر پای او شکل گرفته قربانی یک سیاست و منافع کوتاه مدت است که در این منافع کتا مدت طالبا مثل یک بمب انفجار ناشده است که هر لحظه احتمال یک بحران دیگر در فضای داخلی افغانستان, افغانستان می رود یک پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا به امزا رسید چند سال گذشته از طرف با توافقنامه قطر امریکایی ها به نوع جان سربازان خود نجات دادن و به گفته خود مایک ما پامپو در یک سال گذشته هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده و به نوعی حملات و حملات را سوق دادن به طرف نیروهای داخلی و کشته شدن نیروهای داخلی و غیر نظامی سوال اینجاست که آمریکا بر اساس پیمان امنیتی آیا ملزم به حمایت از نیروهای افغان نیست در این جای شک نیست که دولت افغانستان با ایالات متحده آمریکا یک توافق کلان صورت گرفت که در او توافق کلان منافع کلان افغانستان در لوی جرگه مطرح شد دولت افغانستان با حمایت لوی جرگه این توافقنامه کلان سیاسی را با امریکای ها امضا کرد که سر و صداهای عظیم در داخل افغانستان و در سطح منطقه به وجود آورد لا. اما واقعیت امریست که امریکای ها در بازی سیاسی تا حدود به دنبال پیمان ها و توافق نام های نیست که این کشور او را امضا کرده آمریکایی ها در سطح کلان سیاست و الملل توافق نام های را زیر پا گذاشته و مرامنامه ها و تعهدات را زیر پا گذاشته که او در سطح کلان و وسیع بین المللی ممکن است اعتبار و اعتماد ای کشور را در سطح بین الملل دچار یک نوع تزلزل بکنه و مردم دنیا را نسبت به آمریکایها ها بی باور بسازه در این هیچ شکی وجود نداره که آمریکایی ها ملزم است تا از از جغرافیای افغانستان از منافع ملی افغانستان از سرحدات افغانستان در برابر دشمنان احتمالی کشور حراست بکنه در این هیچ جای تردید نیست که توافقنامه ای که افغانستان با امریکای ها امضا کرده و حاکمیت ملی افغانستان را به دست امریکای ها سپرده بود اصل و بنیاد وحث برای استوار بود که افغانستان حمایت میشه اما امروزی که ما در یک وضعیت به شدت شکننده قرار داریم در یک وضعیتی که گفتگوی صلح فردای صلح معلوم نیست که ما به کجا خواهیم رفت و شرایط افغانستان به کجا خواهیم خواهد رفت متاسفانه ایالات متحده آمریکا در طول زمان که با طالبا دوچار به اصطلاح گفتگو و ایجاد یک تعهد و تعهد و توافق نامه بود در زمانی که هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با طالبان رو به روی همدیگر در قطر نشستند و حرف زدن در ارتباط به صلح افغانستان بله. ها پشت دولت افغانستان را خالی کرد و در خیلی از موارد از دولت افغانستان و از ارزش هایی که آمریکا به با او باور داره و بر اساس او تن... ب... بر اساس ایجاد و ظرفیت سازی برای ارزش در افغانستان آمده بود او ارزش ها را زیر پا گذاشت و دولت افغانستان را قربانی یک بازی بلند مدت کرد من از امی, از امی لحظه ای که اینجا نشستم انتظار دارم که دولت ایالات متحده آمریکا کنگره آمریکا حکومت جدید در آمریکا به این تصمیمی که ترامپ و دولت ترامپ گرفته تجدید نظر بکنه و, و او هویت و وجود کلان سیاسی آمریکا را خدشه‌دار نسازد